بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. چیزی که امروز توی دنیا کم شده است و نمیگیم که نیست، ولی کمبودش احساس میشه، او تعلق مع الله است، رابطه با الله تعالی. چیزی که در گذشته این خیلی پر رنگ بوده و زیاد بوده، تعلق جهانیان اهل دنیا با الله تعالی به مراتب بیشتر بوده تا امروز، که امروز این تعلق و رابطه با الله تعالی بسیار ضعیف شده است و بسیار کمه. ارتباطات و رابطه قلبی، رابطه بنده با الله تعالی، مایه حیات هست برای انسان، مایه حیات بلکه برای کل جهان ہے، بے نفع، بے صلاح، بے خیر، بے برکات دنیا و آخرت می انجامد وقتی که بندے ارتباط با اللہ داشتا باشے. ارتباط با اللہ یعنی ارتباط با منبع فیض، با منبع برکات، با منبع خیر. همه خیر و برکات و رحمت در دست فروردگارند و هر اندازه که ارتباط برقرار میشه، همان اندازه انسان بهره‌مند میشه و بیشتر بهره‌مند میشود. گذشتگان این تعلقا به صورت خیلی قوی داشتن، و اما در حال حاضر در دنیای معاصر که ما در آن زندگی می کنیم، رابطه ادعایی و زبانی فراوانه، اما رابطه واقعی و حقیقی با فروردگار بسیار کم شده است. و
ایمان های قوی، محبت اللہ تعالی، دوستی اللہ تعالی، تقوی کے در دل باسے، این تعلق کے در قلب سروران گرامی منجر میشه که تعلق زبان هم با اللہ تعالی برقرار بشه، تا در قلب انسان خدا را یاد نکنه و با خدا رابطه برقرار نشه، به وسیله قلب رابطه قلبی، رابطه زبان هم برقرار نمیشه. لہذا در قلب اللہ را یاد میکنه و به زبان به ذکر خدا میپردازه و تسبیحات میگوید، اوراد و اشکار انجام میده، تلاوت میکنه قرآن عظیم و شانا و به نماز متوسل میشه، به اعمال خیر متوسل میشه. همه اینها به خیرات و صدقات، به عیادت مریض، به کار نیک، خدمت کردن برای ایک بندے و مشکل کسی را حل کردن، همه اینها که در راستای رسیدن به اللہ تعالی هستن، در راستای ذکر و یاد خدا زمان میسر میشن که دل با اللہ تعالی در ارتباط باشه و دل خدا را یاد کنه و انسان توجه قلبی و فروردگار داشته باشه، محبت خدا در دل جا پیدا بکنه، که متاسفانه تمام بی توفیقی های ما، تمام ضعف ها و کوتاهی های ما و همه سستی ها به این برمیگردن که دل با اللہ تعالی نیست و تعلق فروردگار در دل وجود نداره، محبت در دل نیست، دوستی نیست. او دوستیه که بندگان خدا با فروردگار داشتا و یک لحظه از یاد اللہ تعالی فراموش هم نمی شدن و خدا را همیشه یاد می کردن و مشغول یاد اللہ تعالی بودن. این تعلق امروز نمانده در دنیای کنونی ادعا فراوانه، ادعای محبت با خدا، ادعای اینکه کارها را برای اللہ انجام میدیم، اما اگر فکر کنیم کارهای ما به خاطر منافع خود ما هستن تا برای اللہ باشن، للهیت و اخلاص کمی، ادعای اخلاص، ادعای محبت، ولی محبت واقعی و حقیقی کم شده است، کار برای خدا کم انجام میگیره، ذکر خدا کمی، تلاوت قرآن عظیم و شان که بالاترین ذریعه که انسان را با اللہ وصل میکنه و مایه قرب خدای عز و جل میشود، این تلاوت روز بسیار توش زندگی ما کم رنگه. حافظان گرامی قرآن حفظ می کنند و بعد نمی توانند قرآن نگهداری بکنند، فراموش می شه. سوره ها را از قرآن حفظ می کنیم و فراموش می شه. برای تلاوت فرصت نداریم و گذشتگان از تلاوت قرآن سیر نمی شدن. برای یاد الله و ذکر الله فرصت نداریم، فرصت من کمه، گرچه تسبیح در دست ما هست و تسبیح را ما میگردانیم و دانهاش را میشماریم، اما عزیزان من ذکر در تسبیح هم کمتر شده و کم خدا را یاد میکنیم. نماز من را هم که میخوانیم به حالت بیحالی میخوانیم، به حالت سستی میخوانیم، همون نمازی که قرآن عظیم و شان بلا تشبیه برای منافقین تعریف کرده است که و اذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالا، به نماز بلند میشند و بی حالند
و در نماز خدا را کم ذکر می کنند. متاسفانه امروز مصداق همین آیه شده ایم. نماز با بی حالیه، با حضور قلب نیست، توجه لله توی نماز کمه، حالت مناجات و حالت راز و نیاز و حالت زاری در نماز کمه. تلاوت همین حالت داره، ذکر فروردگار هم همین حالت داره، در حالی که باید وقت اسم خدا را انسان میگیره متاثر بشه. گذشتگان ما متاثر می شدن وقت نام الله را از کسی می شنیدن یا نام الله را خودشون ورد می کردن، بالاخره تغییر پیدا می کردن، متحول می شدن. لہذا این عرض می کنیم که این تعلق که باید باشه بین بنده و رب، و این تعلق کم رنگ و ضعیف و سست، و لہذا ذکر اللہ توی زندگی ما کم هست، قرآن در زندگی ما کم تلاوت میشه، بجای آن که صبح وقت بیدار میشیم همه خانواده به تلاوت مشغول باشه، بچه ها مشغول به تلاوت باشن، فضای تلاوت در خانه باشه، فضای ذکر باشه در خانه، فضای عمل باشه در خانه. وقتی در خانه خواص نیست، بالاخره در خانه عوام چه گلهی ما داره؟ وقتی صبح بیدار میشن هر کسی، حالا صبح مریضی پیدا شده است که مردم که بسیار شبها نشستن طولانی و برای نماز صبح بیدار نمیشن، آنهایی که بیدار میشن سری نماز میخوانن و مجدد میرن توی لحاف و در بستر خوابشون قرار میگیرن و استراحت میکنن، در حالی که باید بعد از نماز در این خانه تلاوت انجام بگیره، بچه ها تلاوت کنن، مادر و پدر تلاوت کنن، بخش مردم که میرن توی مسجد به تلاوت مشغول باشن تا آفتاب بالا بزنه و بیاد الله و ذکر الله تعالی مشغول باشن. در فضای مدینه منوره چنان حالتی بود که توی خانه همه به نماز مشغول بودن، یک وقت همه به تلاوت مشغول بودن، یک وقت به ذکر مشغول بودن، درود خوانده می شد، ذکر خدا انجام می گرفت. و متاسفانه الان نام درود با ما هست و این رابطه ما با حضرت رسول صلی الله علیه وسلم که به وسیله خواندن درود برقرار میشه، به وسیله اتباع حضرت رسول صلی الله علیه وسلم رابطه برقرار میکنیم. لہذا هم تابداری ضعیفه، عمل به شریعت و سنت ضعیفه، و هم خواندن درود و یاد اون کسی که هرچه الله به ما داده از نعمتهای معنوی به وسیله ایشون داده و ایشون سبب خیر بوده برای نجات ما، ولذا کسی که واسطه خیره و سبب خیره و مستحق هم خیره، باید برو به کثرت درود بخوانیم تا مایه شادمانی روح آن حضرت و مزید رحمت الله تعالی بر آن حضرت بشود. این درود توی زندگی ما کمه، درود روزانه نیست، این کسان و بچه ها باید یک وقت قبل از خواب یا صبح یا یک وقت دیگر همه حلقه و دوره جمع بشن و هر کسی 100 درود 200 درود بخوانه، درود تلاوت کنند و بعد استراحت کنند و این درودشو فوت نشه درود روزانه. متاسفانه از این خبری نیست، ولهذا توی جمعی اگر یک درودی خواندیم و یک وقت یاد کردیم و درودی خواندیم و این درود به جای نمیرسه. ولهذا ما باید برنامه داشته باشیم در زندگیمون، هم برای تلاوت قرآن در خانه ما وقت باشه، برای آموزش قرآن وقت باشه، برای خواندن درود و ذکر وقت باشه،
و ما برنامه داشته باشیم، تقسیم اوقات داشته باشیم. خانه تنها محل خوردن نیست، خانه تنها محل استراحت نیست، خانه تنها محل بحث نیازه دنیا نیست، بلکه خانه ما مسجد باشه و نمازهای نفلی بخوانیم، نماز شب بخوانیم، روز نماز بخوانیم، نماز بغیر از اوقات مکروها که مکروه، وقت طلوع شمس آفتاب طلوع میکنه، وقت غروب شمس آفتاب غروب میکنه و عین ظهر یه چند دقیقه یه پنج دقیقه احتیاطاً، که امروز اینجا ظهر ساعت 12:28 بود، لحاظه همین وقت ظهر که معمولاً الان حول و حوش 12:30 یک پنج دقیقه مراعات کنیم، ما دیگه هر وقت وقت نماز هست. ولهذا ما برنامه برای دنیایمون، برای فرزندانمون، برای خانواده، برای دنیایشون هم برنامه داشته باشیم. اینطور نباشه که مشغول به موبایل باشیم و خانواده بگه که برای ما وقت نیست، یا وقت مال بازاره، یا وقت مال موبایله، و نگاه کردن به برنامه های اینترنتیه، بلکه وقتی برای بچه ها داشته باشیم و که بچه ها بالاخره با اونها مذاکره بشه، صحبت بشه، بچه ها قرآن تلاوت کنند و ما همراه باشیم، بچه ها درود بخوانند و ما همراه باشیم، ذکر کنند و ما همراه باشیم، خانواده هم اینطور، و یک وقتی باشه که حرف بچه ها را بشنویم و حرف خانواده و زن ها بشنویم. برنامه ریزی مهمه، و الا وقت ضایع میشه، و الا این سرمایه ما به هدر میره و سرمایه وقت ما باطل و برباد میشه. ولهذا این نباید از دست بدیم. و همانطور که سخنران اول فرمودن که برنامه برای تربیت بچه ها، برای اصلاح بچه ها، برای اینکه بچه ها با خدا باشن، برای اینکه بچه ها را آموزش بدیم، ما وقت نمی گذاریم برای بچه ها. و روی همین امروز مشکلاتی که توی جامعه پیش می آید، قتل پیش می آید، ناامنی پیش می آید، همه اینها به همین مسائل و به همین گرفتاری ها برمی گرده. بای بسیاری انسانان همین آلا خیلی موقعیتشون از ما بهتره و از ما بالاتره، ثروت بالاتر دارن، پست و مقام دارن، اما توی خانهشون تا وقتی که درود نخوانن و درود حلقی و درود دست جمعی و درود عدد کثیر نمیخوانن، درود میخوانن. و این انسان ها با برکت این خانه مبارکه که زن و بچه ها با بالاخره خود سر نیستن که بخونن چیزی یا نه، ذکر بکنن یا نه، اعمال انجام نه، سرفرست خانواده، پدر خانواده، مادر خانواده، بالاخره از بچه ها کار میگیرن و هی درود خانده میشه، اعمال انجام میگیره. قرآن حتی من و شما شروع بکنیم، رحمت خدا بر سر من و شما نازل میشه. است الله تعالی میفرمان از تمام این ثروت های دنیا و دارای های دنیا که اهل دنیا جمع کردن، اروپایی ها جمع کردن، امریکایی ها، شرقی ها و غربی ها، از تمام دارایی های اینا قرآن برای ما بهتر است. برای مسلمانان اگر مسلمانان بدانند قرآن مایه خیر دنیا و آخرت، مایه فیروزی دنیا و آخرت، مایه پیشرفت و ترقی در عرصه‌های دنیا و آخرت هست. اگر ما به قرآن میل نشان بدیم و به قرآن گرایش نشان بدیم و قرآن تلاوت کنیم که این کلام رب العالمین هست، این کلام مقدس هست، این تمام آیاتش کلام سخنان فروردگاران، و ما باید به قرآن عشق بورزیم، به قرآن علاقه نشان بدیم، بچه های من قرآن یاد بدیم، زنان و مردان و پسران و دختران این کلام الهی را و این آخری کتاب فروردگار را
که دیگه کتاب بعد از قرآن نمیاد، مردمی قرآن تلاوت کنن، بچه ها یاد بگیرن، سوره را یاد بگیرن، کل قرآن حفظ کنن، ناظره و روخانیه قرآن را بلد باشن. قرآن در خانه های ما اگر تلاوت بشه، درهای خیر باز میشه، درهای روزی حلال باز میشه، درهای رحمت و فضل الله بر ما باز میشه اگر ما قرآن عظیم و شان تلاوت کنیم. توجه ما به تلاوت قرآن باشه. این کتاب انسان ساز و این کتاب جامع که خیر دنیا و آخرت را برای فیروان است جمع کرده. حسرت ما یه افسوسه اگر ما فاصله بگیریم، اگر این قرآن کم تلاوت کنیم، اگر به تلاوت قرآن علاقه نشان ندیم، خیلی ما یه حسرته. ما یه حسرته اگر ما به نماز علاقه نداشته باشیم، او علاقه که رحمت للعالمین داشتن و نماز بار بار می خواندن و فرموده سردی چشم منه واس و راحت روح روانه حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز بود و امروز به نماز علاقه نیستو، همون فرض مانده، فرض سنت می خوانیم و از سری سری می خوانیم و از نماز عبور می کنیم و چیزی از این نماز اثری در زندگی ما فدیدار نمیشه مگر خیلی کم. و این معنی که عرض کردم، تعلق با الله تعالی و تعلق با حضرت رسول صلی الله علیه وسلم و تعلق من با دین اسلام، آخری دین پروردگار که تا قیامت دین و تا قیامت رهنما و هادی بشر و ناجی بشر، به این دین تعلق کم شده. تبلیغات دشمنان اسلام شنیدیم شاید، و یا وسوسه های شیطان و خیالات شیطان گرفتار شدیم، و یا به حب دنیا، حب نان و معاش، همه فکر همه زندگی دنیا را می کنیم و بیشتر برای این دنیا جوش می زنیم و نگرانیم، و لهذا آخرت را از جهاد بردیم، قبر را از جهاد بردیم و با قرآن عظیم و شان فاصله من افتاده. با اللہ تا صحابه کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین، عاشق خدا، عاشق حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم و عاشق قرآن عظیم و شان و دین اسلام بودا. اهل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم به قرآن چه علاقه داشتن، چقدر قرآن دوست داشتن و چقدر این کلام را تلاوت می کردن، تلاوت می کردن و گریه می کردن، ذکر الله بود و گریه بود، نماز بود و گریه بود، خوف خدا در دل داشتن. و امروز این تعلق هم با دین اسلام، هم با حضرت رسول صلی الله علیه وسلم و با ذات مقدس خدا کم شده، و لحاظه این بی توفیقی، بی حالی و سستی ما همه از اینجا برمیخیزد. معلول این سستی و علتش آنه که در مرکز وجود ما که قلب این محرک موجود نیست، این جذبه موجود نیست، این محبت در دل آنیست، محبت خدا و رسول تاز بر همه محبت های طبیعی و محبت های عقلی و محبت های گوناگون، محبت خدا و رسول تا زمانی که غلبه نکنه و غالب نباشه مؤمن محسوب نمیشیم. و روی این است که ما تجدید نظر کنیم در برنامه ها، برنامه ریزی بکنیم برای خودمون. هر یک شما یک کمود کتاب در خانه تو بگذارید، ما هم باید خانه کتاب خانه باشه، حداقل یک کمود برای دختران و پسران و با مشورت علما کتاب های به زبان فارسی که هست در بخش های مختلف، هم در بخش
بالاخره از کتاب های آموزش و پرورش، از کتاب های دانشگاه و علوم روز و هم کتاب های دینی و کتاب های اسلامی که برای فرق برای بچه ها زمینه تلاوت باشه، در این کتاب خانه شما قرآن باشه، قرآن به تعداد بچه ها بگیرید بگذارید که هم قرآن بخوانند، هم کتاب مطالعه بکنند و هم فضای علمی، فضای هدایت و دین در خانه ما باشه، به مذاکره دینی بازان و فرزندان بشینیم، حیاتیه برای ما و برای خانه ما عزیزان من. و لحاظ این ارتباط خانه با الله همانطور که ارتباط مسجد با الله و مسجد مساجد خانه الله هستن، انجا سجده میشه و ما رابطه منحب با مسجد برقرار بکنیم، برای نمازهای پنج وقت بریم به مسجد در صفحه نماز گذاره نماز بخونیم، عجله نکنیم، زودتر بریم مقداره برای نماز و بعد از نماز عجله نکنیم، بشینیم و تسبیحات بخونیم. ولهذا این رابطه ما با مسجد میشه رابطه با الله، رابطه خانه بعد ذکر و بعد تلاوت و نماز و اعمال میشه رابطه خانه با الله و رابطه افراد هم با الله برقرار میشه. سنت ها و سیره آن حضرت مذاکره بشه در خانه های ما و به سنت های آن حضرت معمل بکنیم، به سیره طیبه و سیره مبارکه آن حضرت که محبوب خدا است این سیره و مورد فزند رب العالمین است، وقتی ما به این سیره عمل می کنیم رب العالمین از ما راضی میشه. خدا را از یاد نبریم، خدا را فراموش نکنیم، آخرت تو قبر را تذکره کنیم توی خانه های من، توی مجالس من قبر را فراموش نکنیم، آخرت را فراموش نکنیم، دنیا را هم مدیریت کنید و دنیا را هم بسازید که دیگران استفاده بکنند، ولی آخرت را خودتون را بسازید و برای ساختن آخرت دیگران فراموش کن. الله ناخشنوده و ناراض از اون انسان هایه که تنها یک بود رفتن و بون دنیا را مد نظر دارند و تمام غم و هم و فکر و پریشانیشون برای معاشه. الله راضی نیست از این فکر. الله دوست داره که ما برای آخرت من جوش بزنیم، اشک برای قبر من بریزیم، اشک برای سکرات و موت، سختی آی موت و برای آخرت گریه کنیم و فکرمند باشیم، گرفتار غفلت نشیم، از الله دور نشیم و تعلق ما با الله برقرار باشه. الله تعالی از این مسئله راضیه و خوشنودی. الله تعلق ما را و فرزندان ما را و خانواده و اولاد همه برقرار کنه. این طور نباشه که زن خانواده ایمان همه اش کار اشپز خانه بکنه، وقتش صرف فضیله بچه ها و صاحب خانه بشه و فقط برای دنیای ما فکر کنه بلکه برای آخرت خود و ما فکر کنه. انشاءالله همین نیت کنید که در خانهتون تغییر بیاورید، در خانهتون تحول بیاورید. و توصیه ما به همه ائمه مساجد آن است که اقدام کنید، از مقتدیهای خودتون کمک بگیرید و هر مسجدی کتابخانه داشته باشه، که حجره داشته باشه، اتاق خیلی بهتره. در این اتاق هم اتاق تعلیم باشه، هم آموزش باشه برای بچه ها و هم بچه ها تعلق داشته باشه، اینجا کتاب ها را مطالعه کنن، کتاب های دانشگاهی، کتاب های مدرسه آموزش و پرورش، کتاب های دینی برایشون بگذارن، قرآن برایشون بگذارن، کموده بیشتر یک کمود دو سه تا کمود، بالاخره کتاب جمع کنن و بچه ها را دعوت بدن، بیارن کسانی را بیارن که بچه ها را درس بده یا با بچه ها صحبت بکنه. بالاخره
هم مساجد ما، هم خانه ما، همه جا باید کتاب باشه، همه در فکر علم باشیم و تعلیم باشیم، همه در فکر تربیت فرزندان باشیم، همه در فکر تعلق با الله تعالی باشیم و ارتباط با الله تعالی باشیم و رابطه الله چنان انسان از بین میبره که رابطه نباشه و قطع رابطه باشه که درختی اگر آب نخوره چگونه برگهاش خشک میشن میریزن و درخت خشک میشه. لحظه سرسبزی درخت و تری درخت و با آب، و لحظه زندگی ما و سرسبزی و رونق زندگی ما با یاد الله و ذکر فروردگار و کارای خیر و نیک الله به من شما توفیق عنایت کنه و همه مهارا همت بده و توفیق بده که اراده قوی داشته باشیم. یک چیزی که قابل یاد همین هفته گذشته به این حادثه رخ داده، همین حال حوش رزق زده و این قسمت ها یک خانواده هشت نفر اینجا تلف شده که یک خانواده تکمیل کشته شدن و گزارش رسیده که اینجا چون جاده دو بانده اینها داشتن مسابقه می دادن یک دو ماشی که از یک دیگه سبقت بگیرن و لحظه سبب میشه که بالاخره حادثه رخ بده، تصادف رخ بده و جمع هشت نفره تلف بشه. خیلی واقعا در داوره، خیلی خیلی ناراحت کننده و غمانگیزه که چرا؟ مگر مسابقه چی چیزی هست؟ توی مسابقه چی چیزی وجود داره که بعضی از رانندگان خودشون رو هم به کشتن بدن و ملتی هم بمیره، جمعی هم بمیره، خانواده کلن تلف میشه و این مسابقه، این نوع مسابقه خلاف شرعند و این نوع مسابقه توی جاده ها که محل تردد عمومی هست و جاده مار همه هست، این نوع مسابقه حرامه که انسان قوانین راهنمایی و رانندگی رو در نظر نگیره و فقط برای اینکه من سبقت ببینم پاره به گاز ماشین بگذاره و فشار بده و بالاخره نتیجهش این در بیاید. این مسابقه ها، این نوع مسابقات زشته، بعد گناهه و چنانچه در این حالت کسی تلف بشه خونش برگردنی کسی میشه که این خلاف قانون انجام داده و مقررات راهنمایی و رانندگی که به نفع ماست و برای حفاظت جان و تردد کنندگانی که در جاده تردد میکنن به سلامتی تردد بکنن خلاف او، سبقت بیجا و رانندگی راندن تند و سریع برخلاف قانون، ولحظه این همه خلافان و همه اینها قتل انجام میگیره، قتل میشه هر کسی خلاف بکنه و در این خلاف آدمی کشته بشه خونش برگردنه اوست. ولحظه این جاده مال ما نیست، مال همه مردم و تردد کنندگانه، باید مثل کسانی که سخت برند هم باید نباید با سرعت رانندگی بکنند بلکه آرام رانندگی بکنند و قوانین راهنمایی و رانندگی را در نظر بگیرند. گاهی از این جاده ها رد میشیم و یعنی حلقه خیلی حلقه بزرگ زدن و ماشین دور میزنه اونجا، این چه مسابقه ای، این چه بدعتی و این چه گناهی که توی شهر من راه افتاده. ماشین ها بسیار میشنوید که ماشین ها چپ میکنن، مال ضایع میشه، اسراف میشه، بسیار زخمی میشن و ماشین بیجا گاز میدن، ماشین بیجا فرمان میدن و برای اینکه تعداد بخندن، تعداد دست بزنن. آقا هیچ فایده جانی نداره، مالی نداره، تلفات داره. چرا بعضی از جوانان ما و مردم ما به این کار دست بزنن؟ ولحظه این کارهایی هستن که نامناسبن. آقا شما برید فوتبال بازی کنید،
برید ورزش بدنی، تربیت بدنی ورزش بکنید، بدنتون سخته بشه، بدنتون سالم میشه، بدنتون قوی میشه، این خوبه. ولی نه این ماشین بی زبانا گاز بدید و دور بی جا بزنید و بالاخره سر صدای لاستیک ماشینه و بالاخره ماشین ها هم حالا نقصان میشن و نقصان مالی به وجود میآید. لذا ما امیدواریم که مردم عزیز ما فکر کنن و این نوع عزیزانی که گرفتار این مسائل را نصیحت کنن که این کار نکنن. گاهی توی همین مسابقات مراسم عروسی مسابقه دادن و بالاخره دو تا جنازه بلند شده، سه تا جنازه بلند شده، به جایی که شادمانی باشه تبدیل شده به عذاب و تبدیل شده به مصیبت و گریه. ولحظه اینها هیچ کدومشان مورد تایید شریعت اسلام نیستن، دین نیستن، دین مخالف با این نوع اسراف ها و ضرر ها و زیان ها و حرکات نسنجیده و نه در قوانین دنیا اینها جای دارن و گنجایش دارن. والله توفیق ولن. به هر حال سخن آخر همین، به هر حال بمبستی که در مذاکرات هسته‌ای پیش آمده و بالاخره بعض تهدیدات جنگی هم به زبان می آید و ما به هر حال که می بینیم اینها را هم نگرانیم و همه نگرانند که یک جنگ دیگری در این منطقه رخ نده که این برای تمام این منطقه و بلکه برای جهان خطرناک خواهد بود. همین جنگ اوکراین باشه که روس ها بدون محاسبات دقیق که این جنگ چه نتیجه داره محاسبه نکردن و کارشناسان روسی اشتباه بکتن، کسانی که در راس اونها بودن الان به جنگ گرفتار شدن که تمام منابع خودشون از داری از بین میره و چقدر تلفات روس ها تلفات دادن، اوکراینی ها تلفات دادن، همه اینا انسانن، بشرن و واقعا ضایعه بزرگی برای کل جهان پیش آمده. امنیت جهان این جنگ تهدید میکنه، جهان تبدیل به قحط و مشکلات و گرانی کرده و این تاثیر منفیش جهانی بوده و عالمی بوده و لحاظه این نتیجه محاسبات اشتباهی حمله ناتو و امریکا در افغانستان و حمله امریکایی ها در عراق و همه این جنگ ها جنگ ناسنجیده بود که هم مال تلف کرد هم جان تلف کرد، به جای اینکه گفتمان و مذاکره و راهای مشروع دیگر ببرند. لحظه الان اگر جنگ در ایران در بگیره با توجه به توانایی هایی که ایران داره و توانایی هایی که دنیا هم داره، یک جنگ ویرانگر و تباه کننده در خاورمیانه رخ خواهد داد که شعله هایش به آسمان کشیده میشه. لحظه عقلانه نیست این جنگ، عقلانه آنه که به هر حال به مذاکره بشینند و قدرت ها و دولت های بزرگ که طرف این مذاکران از خود نرمش نشان بدن، از خود انعطاف نشان بدن، انعطاف پذیری داشته باشند و هم مسئولان جمهوری اسلامی به هر حال به خاطر جلوگیری از هر نوع جنگ و تنش بالاخره انعطاف بیشتری نشان بدن و طرفین به مذاکره بشینن و حل از راه گفتمان و مذاکره به نفع کل کره خاکیه، به نفع همه جهانیانه و به نفع منطقه هست. منطقه ظرفیت جنگ نداره و جنگ خیلی نقصانه و تباه کننده برای منطقه. تنش در منطقه بالایه و لحاظه نباید از این بالاتر تنش بره و همه باید فکر کنن و همه تدبیر بکنن
که از یک بروز یک جنگ جلوگیری بشه و الله تعالی و تحریم ها که در افزایش پیدا می کنند بالاخره نباید تحریم افزایش پیدا بکنند و تحریم ها باید پایان برسه. ملتی بالاخره ملت ایران 80-90 میلیون جمعیت و کسانی که این تحریمات ها واضع می کنند بدونند که بیشترین فشار بر ملت وارد می کنند و این سیاست وضع تحریم سیاست غلطی سیاست اشتباهی از اول بوده و بالاخره باید از راه گفتمان تمام بشه و هم تحریم هم به پایان برسد. و صلی الله علیه و سلم.